تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک قسمت بیستم تجربه سلت ها. نه هر که دارد شمشیر حرب باید کرد. در قسمت پیش از هومو نالدی، انسان نالدی، تبار زوالیافته انسان مدرن یا بهتر بگویم نزدیکترین خیشاوند به انسان مدرن که به تازگی کشف اون اعلام شده صحبت کردم. هومو نالدی به نوعی به بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک مربوط می شد، به ویژه که در آغاز این بحث به تکامل انسان و هوموساپینس ها یعنی انسان اجتماعی و هوشمند امروزی اشاره شده بود. اسم نالدی برگرفته از محل کشف آن قاری به نام ستاره در حال طلوع در آفریقای جنوبی است که بزرگترین یافته فسیلی به هم پیوسته از بقایای انسانی در آن به دست آمده است. نالدی در زبان تسوانا که یکی از زبانهای محلی آفریقای جنوبی است به معنی ستاره است. در ادامه مباحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک به سلت ها The Celts می پردازم. سلت ها یا کلت ها گروهی از قبایل بودند که لهجه هندو اروپایی داشتند و نخستین بار در هزاره دوم قبل از میلاد در جنوب غربی آلمان و شمال فرانسه یافت شدند. آنان که به اسب و سلاح آهنی مجهز بودند به سرعت در سراسر اروپا پخش و پلا شده به جزایر بریتانیا هم رسیدند و بعداً از ایتالیا و اسپانیا سر در آوردند. سلت ها با مقدونیه جنگیدند و وارد آسیای صغیر شدند و مراکز هلنیزم یعنی مناطق امپراتوری یونان پس از مرگ اسکندر را غارت نمودند و با ثروتی که از تجارت و تاخت و تاز به دست آوردند استیلای خود را بر اروپای مرکزی حفظ کردند. اصطلاح سلتی اشاره به کسانی است که به زبان سلتی صحبت می کنند و یا اجداد خود را از مناطقی که زبانهای سلتی در آنجا رایج بوده می دانند، مثل ایرلندی ها، بخشی از اسکاتلندی ها، جزیره من واقع در دریای ایرلند که بین بریتانیا و ایرلند واقع شده، همچنین اهالی ویلز و کورنوال در ناحیه جنوب غربی انگلستان. سلت ها آهنگران ماهری بودند و ابزار آهنی، سلاح آهنی و جواهرات ظریف می ساختند. آنها جنگجویان خشن اما بی نظم بودند، برای همین رومی ها به آسانی شکستشون دادند. سلت ها زبان نوشتاری نداشتند و قوانین و تشریفات مذهبی همچنین داستان های خود را به طور شفاهی سینه به سینه به دیگران منتقل می کردند. اهل جشن و تفریح هم بودند، به برگزاری جشن ها اهمیت زیاد می دادند. سلت ها شهری نداشتند و موجودیت شبانی را در قالب زندگی ساده کشت و زرع روستایی ترجیح می دادند. از همین رو دنیای یونانی رومی اونها را بربر و وحشی معرفی می کند. سلت ها اگرچه در زمینه کاربرد زبان و اصول نسبت به رومیان و یونانیان عقب تر بودند،
اما فاقد تمدن نبوده و قوانینی داشتند با طبقه‌بندی های اجتماعی و نیز سنت ها و رسوم مذهبی. جنگجویان سلت ظاهر و صدای ترسناکی داشتند، لباس های زبر و خشن می پوشیدند، اما گاه به هنگام جنگ به صورت برهنه و با یک توخ یعنی گردن بند به میدان رفته سپرهایی از جنس برنز با چوب در دست می گرفتند و اون را می کوبیدند. با شمشیر، نیزه و قلاب سنگ می جنگیدند. بین سلتی ها قهرمانان جنگی از موقعیت بالایی برخوردار بودند. آنان سوار بر عرابه چوبی که به وسیله اسب‌های تنومند کشیده می‌شد وارد میدان جنگ می‌شدند. یک عرابه ران اسب‌ها را در میدان جنگ هدایت کرده و همزمان جنگجو نیزه خود را به طرف دشمن پرتاب می‌کرد. وقتی شرایط جنگ مشکل می‌شد جنگجویان از روی عرابه‌ها به پایین می‌پریدند و شمشیر به دست می‌گرفتند. در صورتی که یک فرمانده نظامی در خطر قرار می گرفت، عرابران او آماده بود تا او را سوار کرده و به محل امنی انتقال دهد. سلت ها بعد از هر پیروزی جشن های بزرگی برگزار می کردند. شعرا و نوازندگان با داستان پیروزی ها و شجاعت های قهرمانان قبیله مردم در حال تفریح را سرگرم می کردند. معابد محلی سلتی ها کوچک بود، اما معابد جامع تر تحت تأثیر تمدن یونان و روم تزئین می شدند. برای سلتی ها تپه ها و آب ها مقدس و حیوانات نمادی از قدرت خداوندی محسوب می شد. برخلاف رومیان و یونانیان، سلتی ها به نگارش و ادبیات توجه چندانی نداشتند و از همین رو نتوانستند سنت ها، اسطوره ها، قوانین و دیگر عقاید و باورهایشون را ثبت و نگهداری کنند. از همین رو اسطوره های اصلی سلتی به وسیله گفته ها و نقل های کلامی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. البته اسطوره های سلتی در ادبیات اولیه ولزی و ایرلندی تا حدودی حفظ شدند و پوسیدینیوس از فیلسوفان مشهور یونان و دیگر نویسندگان کلاسیک به وصف اعمال دینی آنها پرداختند. گفته می شود فولکلور اروپای غربی غالبا از سلت ها سرچشمه گرفته است. سلت ها که به شمشیرهای خود خیلی غره بودند وقت و بی وقت آتش جنگ برمی افروختن، غافل از این که نه هر که دارد شمشیر حرب باید کرد. سلت ها سرهای بریده دشمنان شکست خورده را به عنوان یادگارهای مقدس نزد خود نگه می داشتند و فخر می فروختن. اما دوران قرگی و نازیدن به شمشیر به سر آمد. از قرن چهارم میلادی به بعد کم کم قدرت خود را از دست دادند و با تاخت و تاز جرمن ها بسیاری از متصرفاتشون به ویژه در آلمان از دست رفت و در نهایت با فتح گل به دست جولیاس سزار یعنی قیصر رهبر سیاسی نظامی جمهوری روم استقلالشون در قاره اروپا به پایان رسید. گل منطقه‌ای در غرب اروپا است که امروزه فرانسه، بلژیک، غرب سوئیس و بخش‌هایی از هلند و آلمان همچنین بخش غربی رود راین در آن قرار دارند. تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ادامه خواهد داشت.